جمهوری اسلامی و مبحث نئولیبرالیسم، گفتگوی ما با معتصم تاتایی را میشنوید. آقا تاتایی، سلام دارم به شما و ممنون از این که این فرصت رو دادین که با هم باشیم. اولین بار هست که در رادیو پیام شرکت میکنید، بهتون خیر مقدم میگم و خوشحالم که با هم هستیم. منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خیلی سلام دارم برای شنوندگان رادیو شما. خیلی متشکرم. آقای تاتایی، به عنوان استاد اقتصاد در انگلستان، رشتتون اقتصاد است، بحث ما بحث نئولیبرالیسم هستش، بحثی است که با یک شعار در دانشگاه ایران آغاز شد و به هر حال نقطه نظرات و دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح کرد که هنوز هم این بحث ادامه داره. عده معتقد هستن که با سیستم حکومتی و شکل اقتصادی دو سالاری و راندخاری جمهوری اسلامی، نئولیبرالیسم اصلا مفهوم نداره، یک شیوه اقتصاد غیر متعارفی در سرمایه‌داری ایران حاکم هستش. عده‌ای معتقدن که نه، اینطور نیست، از زمان رفسنجانی ما شاهد یک حرکت‌ها بودیم، خصوصی سازی که از در واقع موارد و مشخصه های نئولیبرالیسم هستش. این بحثی است که اتفاقا بار گذشته چندی پیش با یکی از مهمانان آقای ناصر زرافشان بودن که خیلی مدافع این نظریه بودن. خواستم اگر موافق باشید از دید شما یا شاید از تئوری دیدگاهی شما مبحث نئولیبرالیسم رو بشکافیم و بعد ببینیم که آیا این مفهوم در جمهوری اسلامی معنی و مفهومی داره یا نه. بفرمایید. خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، این مبحث نئولیبرالیسم مبحث کهنه‌ایه، یعنی به تاریخ خودشو داره. برای اولین مرتبه سال 1938 اقتصاددان اتریشی در این مورد حرف زده، اسمش هایک هستش. بعد یک کتاب مشهوری نوشت که کتابش خیلی زیاد مردم خریدن و خوندنش. بعد این مبحث وارد مباحث اقتصادی شد به طور کلی، یعنی به عنوان نئولیبرالیسم. بله، یعنی این کنسپت وارد مباحث چیز شد، مباحث اقتصادی شد. ولی همین ایده، همین تئوری در واقع نتونست جایی رو باز بکنه تا بحران‌های سال‌های 1970. یعنی در واقع میشه گفت که این تئوری وجود داشت، این تئوری حرفش، یعنی حرفای خودش رو میزد، ولی به طور مشخص که یعنی بتونه یه جایی رو برای خودش باز کنه و کسان مهمی بیان ازش پشتیبانی بکنن، اساسش برمیگرده به سالهای 1970 و بحرانهای این ده ساله 1970. اقتصاددان دیگه‌ای پیدا شد و این اقتصاددان مهمی هستش به اسم میلتون فریدمن. این آقای فریدمن از دانشگاه شیکاگو میاد و اینم یکی از طرفداران پروپاگورس این مسئله نئولیبرالیسم شد. در واقع خودش یه مدرسه اقتصادی خاصی رو بنیان گذاشت به اسم مونیتوریسم و در واقع میشه گفت که یعنی این پدر این مدرسه اقتصادی هستش. ولی خودش بازم برمیگرده، یعنی در واقع میشه یعنی کسی هست از فیگرها و کسی هست از اعضای مهم همین نئولیبرالیسم که ما در این روش امروز حرف بزنیم. عرضم بزرگ شما، بعد این در واقع این ایده به این شکل شد که جریاناتی که در 70 پیش اومد، مخصوصا بحران نفت سال 1973، باعث این شد که در کشورهای غربی یه جریان اقتصادی وجود بیاد، این در واقع بحرانی وجود بیاد که این بحران ما در اقتصاد اسمش هست استاگفلیشن
کرایسیس. استاگفلیشن کرایسیس اینه که در واقع در اون برهه، در اون دوره دو تا از فاکتورهای بسیار مهم اقتصاد کلان، یکیش تورم و دیگرش در واقع بیکاری، این دوتا با همدیگه بالا رفتن. یعنی در واقع این دوتا فاکتور مهم اقتصاد کلان معمولا رابطه شون با همدیگه رابطه منفی هستش. وقتی یکیشون بالا میره اون دیگری پایین میره، ولی در هفتاد به این شکل نبود. در هفتاد ها به این شکل بود که هم تورم بالا رفت هم بیکاری بالا رفت و این موانع بسیار بزرگی رو برای کشورهای غربی به وجود آورد و مسئله اساسی رو اون دوران به این شکل در آورد که چطور میشه که تورم رو کم کرد، چطور میشه که بیکاری رو کم کرد. و میشه گفت که در واقع این مشکل خیلی جدی اقتصادی که این دوره به وجود اومد زمینه بسیار آماده رو فراهم کرد برای ظهور نیولیبرالیزم در سطح اقتصاد. در واقع میشه گفت که نیولیبرالیزم اومد و خودش رو در نقد یه مدرسه دیگه اقتصادی که خیلی مشهور بود و سالهای بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای غربی از این مدرسه بسیار استفاده کردن و اون مدرسه اسمش هست کینزین سکول آف اکنومیکس و این در واقع بر اساس ایده های اقتصاددان مشهور انگلیسی کینز بعد از جنگ جهانی دوم یه دوره خاصی بعد، یعنی از سالهای 1945 تا میشه گفت 70 تا 75 این دوره خاص کشورهای غربی از ایده های کینز استفاده کردن. ولی وقتی که این بحران به وجود اومد و وقتی که این آقای فریدمن تئوری های خودش رو مطرح کرد، در واقع میشه گفت که این دوره شکست کینزینیزم هستش و دوره‌ایه که نیولیبرالیزم و مانیتوریزم میان در عرصه اقتصاد جای خودشون رو باز میکنن و اینا میشن در واقع سردمدار ایده های اقتصادی اون دوران. این اتفاقاتی که افتاد بعدش تکمیل شد، چون تکمیلش اینه که در سال 1979 تاچر سر کار اومد در انگلستان، سال 1980 آقای ریگان سر کار اومد در آمریکا. اینا هر دوتاشون به شدت طرفدار نظرات نیولیبرالیزم بودن و به شدت طرفدار نظرات آقای فریدمن بودن و حتی آقای فریدمن اون دوره که ریگان سر کار اومد از دانشگاه شیکاگو به وایت هاوس، یعنی در واقع به کاخ سفید رفت و به عنوان مشاور رئیس جمهور در عرصه اقتصادی شروع به کار کرد. و ما با این در واقع این بخش از حرفای من بیشتر تاریخی بود، خواستم بگم که اساسا نیولیبرالیزم از کجا تاریخا شروع میشه و ما وقتی که شروع این نیولیبرالیزم رو میبینیم که این در واقع تسلط پیدا کرد رو اقتصاد کشورهای غربی و بعد بقیه کشورهای دنیا هم از اون تبعیت کردن بین سالهای 1980 تا سال 2008 که بحران مشهور در حال کردیت کرانچ به وجود اومد. اساس این در حال اگه ما بحث رو ببریم این که خود نیولیبرالیزم چی هستش، اساس نیولیبرالیزم در عرصه اقتصادی به این شکلی که در واقع فریدمن، هایک و بقیه اونایی که در این عرصه در حال کسان مهمی هستن، اینا قدم اولشون این بود که برگردن به آدم سمیس، یعنی برگردن به تئوری های آدم سمیس در واقع و تئوری های آدم سمیس که در واقع اساسش روی کتاب مشهور آدم سمیس هست که سال 1776 در حال چاپ شده و در کتاب مشهورش به اسم Wealth of Nation اومده. اینا برگشتن به این تئوری ها و این تئوری ها رو مجددا زنده کردن. در واقع میشه گفت وقتی که بخوا آقای فریدمن بپردازیم، فریدمن دو تا کار کرده در واقع، به دو نفر در اقتصاد در تاریخ اقتصاد مراجعه مجدد کرده. یکیش آدم سمیس هستش
و دیگریش آروین فیشر هستش که اقتصاددان بسیار مشهور آمریکایی هستش که خیلی مشهور بین سالهای 1915 تا 1935 این دوره و در عرصه مخصوصا فاینانس فریدمن به آقای فیشر برگشت و تئوری های اونو مجددا زنده کرد. این اساس مسئله چی هستش؟ اساس مسئله اینه که در واقع به این شکله که بازار احتیاجی به دولت نداره. یعنی اساس مسئله واقعیتش یعنی پایی ترین بحث نیولیبرالیسم از اینجا سرچشمه میگیره که بازار رو باید به حال خودش رها کرد. بازار میکانیزم هایی رو داره، مخصوصا میکانیزمی که مربوط میشه مسئله قیمت و این میتونه در هر بحره زمانی مختلفی که پیش بیاد خودش رو مجدداً پاکسازی بکنه، خودش رو مجدداً را بندازه. احتیاجی به حضور و دخالت دولت نیست در اقتصاد. یعنی شما همین بحث رو اگه شما مثلا دنبال بکنید، ما مثلا وارد بحثایی میشیم که خانم تاچر مطرح کردن. خانم تاچر طرفدار این بودن و بعدش هم آقای ریگان هم طرفدار این بودن که دولت باید در یعنی در واقع هم سایزش، هم دخالتش، هم همه چیزش خیلی کوچیک بشه. یعنی یه عنوان یه ارگانیزیشنی که وجود داره و حضور داره، این احتیاج نداره که سایز بزرگی داشته باشه، احتیاج نداره در همه چی دخالت بکنه، احتیاج نداره اصلا در اقتصاد دخالت بکنه. این فقط میتونه نقش تنظیم کننده داشته باشه. این یه مسئله بسیار اساسی هستش در این تئوری، یعنی در واقع برگشتن به بازار و کم کردن نقش و جایگاه دولت. از همین زاویه که ما نگاه میکنیم میبینیم که دوره بسیار بسیار خاصی شروع میشه در رابطه با مسئله پرایوتایزش کردن شرکت های دولتی از طرف خانم تاچر، بعد آقای ریگان، و در واقع میشه گفت که همین پرایوتایزیشن و خانم تاچر اکسپورتش کرد، یعنی صادرش کرد به کشورهای دیگه و کشورهای دیگه ای هم از اون تبعیت کردن، شروع کردن به همون کاری که ایشون کرد. اینجا من میخوام این در این بحث یه نکته دیگه هم باید اشاره بکنم، اینه که این بحث به یه طرف دیگه هم خواهد رفت. اونم اینه که در این پروسه سال 1971 سال بسیار مهمی هستش. سال 1971 به علت این مهم هستش که آقای نیکسون رئیس جمهور آمریکا که درگیر جنگ ویتنام بود، این تصمیم گرفت که آمریکا رو از قرارداد مشهور بروتون وود بیاره بیرون. قرارداد مشهور بروتون وود که امضا شده بود بین 85 کشور مختلف دنیا و یه نوع سیستم جدیدی رو برای سیستم پولی جدیدی رو در واقع وجود آورده بود، پیشنهاد کینز در سال 1944 در یک کنفرانسی. آقای نیکسون تصمیم گرفت به خاطر اینکه میخواست جنگ ویتنام رو چیز کنه، در واقع فاینانس بکنه، از این قرارداد بیرون اومد. این سال بسیار مهمی هستش در نظام پولی دنیا به طور کلی. دلیلش هم اینه که ما از سال 1971 به بعد وارد دوره جدیدی میشیم در اقتصاد جهانی. اونم این هستش که ما به یه سیستم پولی جدیدی وارد میشیم که این سیستم جدید پولی اسمش هست فیات منی. در واقع فیات منی چیزی هستش که کلمه اسپانیایی هستش به معنی این که از خودت پذیرایی کن. مسئله این هستش که پول پشتوانه خودش رو از دست داد، دیگه پول رو چاپ نکردن بر اساس این که پشتوانه طلا داشته باشه یا پشتوانه مثلا دلار آمریکایی رو داشته باشه. خیلی اقتصاددان هستن، مخصوصا اقتصاددان مشهور آمریکایی هستش در حال حاضر به اسم جوزف استیگلتز که در دانشگاه کلمبیا نیویورک میاد. ایشون معتقد هستند که
این سال 71 یعنی 1971 سال بسیار مهمی هستش. ایشون به نظر یعنی به این باور هستن که این ایده ای رو که در واقع میشه گفت که شروع دی رگولیشن، شروع برداشتن رگولیشن ها رو ایشون فکر میکنن که سال 1971 رو باید رقم زد که این دی رگولیشن از اینجا شروع میشه. ما این بحث دی رگولیشن بحث بسیار مهمی هستش به خاطر اینکه ربط بسیار مستقیم مسئله نیولیبرالیزم داره، چون به طور واقعی چیزی که خانم تاچر و آقای ریگان ازش استفاده کردن این بودن که اینا اومدن و شروع کردن به برداشتن قوانین و رگولیشن های خاصی که وجود داشت و راه را باز کردن به خاطر اینکه بتونن در واقع خیلی از این موانعی که وجود داشت سر راه این که مثلا برای نمونه بانک های سرمایه گذار و بانک های معمولی ادغام نشن، اینا اومدن این قواعد و قانون رو عوضش کردن و اجازه دادن که مجددن بانک های سرمایه گذار و بانک های معمولی با همدیگه ادغام بشن. ادغام این دوتا بانک یعنی یکی از مجددن یکی از نکات بسیار مهمی هستش در بحث نیولیبرالیسم، چون به طور واقعی وقتی که این دوتا بانک به همدیگه وصل میشن بانک هایی رو که بانک های سرمایه گذار هستن مثلا بانک مشهوری به اسم گلدمن ساکس، اینا دستشون بازه دیگه بتونن بدون هیچ نوع فکر کردنی، بدون هیچ نوع مشکلی در هر کجا که خواستن، در جاهایی که بسیار بسیار ریسک بالاست، در جاهایی که بسیار بسیار امکان ورشکستگی هم حتی بالاست، میرن به سرمایه گذاری میکنن. یعنی یکی از نکاتی که در بحث نیولیبرالیزم باید بهش اشاره بشه این بحث دی رگولیشن هستش و تاریخش هم باید دقیقاً بهش اشاره بشه، همون سال 1971 هستش چون سیستم جدید آماده میشه و این نکته یعنی به طور واقعی تا بحثمون رو تا حالا که پیش بردیم میخوام خلاصش کنم. یکیش اینه که ما برمیگردیم به اینکه بازار رو باید به حال خودش گذاشت، برمیگردیم به آدم اسمیث، برمیگردیم به آروین فیشر، توجه فرمایید. این یه نکته است. نکته دوم این هستش که اون قواعدی که وجود داره، اون قانونهایی که وجود داره، اون رول و رگولیشنی که وجود داره، اینا باید ریلکس بشن، اینا باید برداشته بشن، راه رو باز کنن برای یکی از مهمترین چیزی که در عرصه اقتصاد جهانی تا اون موقع به این اندازه رشد نکرده بود ولی راه رو باز کردن که رشد کنه، اونم این که فاینانشل سکتر بتونه، یعنی فاینانس بتونه یه عرصه بسیار بسیار بازی رو براش باز بشه که بتونه خودش رو نشون بده و بتونه در واقع تسلط خاصی رو مخصوصا اقتصاد غرب داشته باشه. بله، توضیح کاملی بود، خیلی ممنون. حالا باز ادامه میدیم بحثو. من از صحبتهای شما حالا در خلاصه هم که مطرح کردین باز این بود که چند 5 نکته رو من از بحث شما به عنوان خلاصه گرفتم. یکی اینکه بازار رو به حال خودش رها کنیم، یعنی قیمت‌ها رو بر اساس عرض و تقاضا تعیین میشه نه بر اساس قواعد. دولت دستش از بازار کوتاه بشه، یعنی خصوصی سازی ها در واقع گسترش پیدا میکنه، یعنی اون پرایویتیزیشنی که مطرح کردید. پول بی پشتوانه صادر در واقع چاپ میشه و تولید میشه. دی رگولیشن یا همون برداشتن قوانین و ضوابط بین این مبادلات برداشته میشه و ادغام بانک ها در سرمایه گذاری. وقتی این مجموعه رو نگاه میکنیم میبینیم که تمامی اتفاقات الان در ایران داره میفته، یعنی ما هم حالا اینکه آیا موفق هستن یا نه، اگر به همین تاریخ نئولیبرالیسم برگردیم در خیلی از مسائل مثل ادغام بانک‌ها خودش باعث یک سری تورم‌ها شد و اصلا بانک‌های بزرگ سقوط کردن چند سال پیش و یک
بحران اقتصادی رو برد، یعنی که الزامن این نیست که موفق بشه، ولی ما میبینیم الان که اینها در ایران داره به طور خیلی وسیع داره انجام میشه، کارخونه ها دارن واگذار میشن و غیره. آیا میشه به این استدراج رسید بر اساس این نکات که نئولیبرالیسم در ایران حاکم استش؟ عرضم به حضور شما، بحث ایرانی بحث پیچیده‌تری راست شما خواهی، یعنی بحثی که باید به ویژگی های اقتصاد ایران پرداخت و بعدش هم از همین چیزهایی که تا حالا بهش اشاره کردیم بتونیم در رابطه با ایران ببینیم اوضاع چطور هستش. در ایران راست شما خواهی به نظر من دو تا دولت وجود داره، یه دولت رسمی وجود داره، یه دولت اصلی وجود داره. من از اینطور اسم گذاریش کردم، خیلی اسمهای دیگه میذارن، منم حالا به ابتکار خودم حالا خوب یا بد اومدم مثلا این در واقع اسما رو گذاشتم. دولت رسمی رو من اسمشو میذارم دولتی که بالاخره از طریق انتخابات بالاخره چیز شده اومده سر کار و یه مجلسی رو داره و از این حرف. این دولت رسمی. دولت اصلی دولتیه که در ایران وجود داره و قدر قدرت اصلی اقتصاد ایران اونا هستن، یعنی سپاه پاسداران و ارگانیزیشن هایی که وابسته هستن بیت رهبری، یعنی این دوتا. تا جایی که برمیگرده به دولت رسمی، دولت آقای رفسنجانی، دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای خاتمی، دولت آقای روحانی، اگه ما آقای احمدی نژاد رو کنار بذاریم، بقیه اینا سیاست های نیولیبرالیزم در ایران پیاده کردن، جلو بردن و ایده دیگه ای نداشتن در واقع که مثلا فرض کنید در اقتصاد ایران بخوان مثلا پیادهش کنن. شما مثلا فرض کنید یه نکته من میخوام اینجا پیش اشاره بکنم، این نظر من نکته خیلی خیلی مهمی هم هستش، اینه که وقتی که ایران با کشورهای مختلف، یعنی کشورهای هفتگانه به توافق برجام رسید، IMF به آقای روحانی گفت که شروع کن به پایین آوردن تورم ایران. داریم فهمید. و آقای روحانی شروع کرد. و بسیار بسیار به نظر من ناشیانه و غلط شروع کرد. و ادوایز IMF رو گرفت. به نظر من اصلا نباید ادوایز رو می گرفت. و به نظر من اشتباه بسیار بسیار بزرگی کرد که شروع کرد به پایین آوردن تورم ایران. چون تورم رو شما وقتی میخوای پایین بیاری حتما شکی در این نیست بیکاری رو در ایران بالا میبری، بیکاری در کشور بالا میبری، چون در پایین آوردن تورم احتیاج به یه پریود داره، احتیاج به یه دوره خاصی داره که این دوره باید سپری بشه و این دوره دوره‌ای که بیکاری بالا خواهد رفت بخوای نخوای. و این آقای روحانی به این نکته اصلا توجه نکرد که این اتفاق میفته و به نظر من سیاست غلطی رو که IMF بهش گفته بود اونو اومد اجرا کرد و به نظر من در اون دوره حتی لطمه بسیار بزرگی رو به اقتصاد ایران زد. میخوام این نکته رو اینجا خدمتتون بگم که از همینجا اگه ما شروع کنیم میبینیم که آقای روحانی و میتونیم مثال بزنیم از آقای رفسنجانی، اینا سعی کردن در اقتصاد ایران نیولیبرالیسم رو پیاده کنن و پیاده هم کردن بخشن. شما مثلا فرض کنیم برای نمونه دانشگاه آزاد در ایران طرح آقای رفسنجانی بود، یه دانشگاه خصوصی هستش توجه میکنید، و تلاشی که ایشون کردن این بود که این دانشگاه رو بیارن در ایران پایه‌ریزی بکنن و بعد از این طریق بقیه دانشگاه‌های ایران رو هم بازم خصوصی کنن. ترجمه کنم، ما میتونیم در دورانی که آقای رفسنجانی سر کار بوده، در دورانی که آقای خاتمی سر کار بوده، در دورانی که آقای روحانی سر کار بوده، مثال‌های مختلفی رو بیاریم که اینا سعی کردن در اقتصاد ایران
نیولیبرالیسم رو پیاده کنم و همین کار رو هم کردم. منتها همینطور که عرض کردم اساس اقتصاد ایران رو دولت اصلی تعیین میکنه، نه دولت رسمی. دولت اصلی سپاه پاسداران و در واقع دستگاهایی که بیت رهبری وصل هستن اونا تعیین میکنن. این بحث رو اگه ما از اینجا بخوایم باز کنیم، راستش بخوای نکته اینه که در رابطه با دولت اصلی مسئله اینه که اقتصاد باید در خدمت سیاست باشه. تاجین فهمید در کشورهای دیگه هم اقتصاد در خدمت سیاست هست، ولی به درجه مختلفی. و ما به هر اندازه اقتصاد زیر تسلط سیاست باشه، نتیجهش چیزی نخواهد بود غیر از رانتخاری. یعنی این میشه روش بحث کرد، میشه مثالهای بسیار مختلفی رو از کشورهای دیگه دنیا هم بازم آورد و نشون داد که این بحث درسته. هر جا اقتصاد به طور کلی زیر دست و پای سیاست قرار میگیره، دیگه مسئله این نیست که این کشور برنامه ریزی بکنه، از پتانسیل های اقتصادی که وجود داره استفاده بکنه و اقتصاد کشور رو شکوفا بکنه. بحث سر این میره که از چه راهی میشه اقتصاد جلو برد که بتونه بیشترین منفعت رو به یه دستگاه دولتی برسونه، به یه دستگاه قدر قدرت برسونه. ما اینو در ایران داشتیم، از اول انقلاب داشتیم تا امروز متاسفانه. یعنی در واقع اقتصاد ایران طور، یعنی اون بخش اصلی که من میگم دولت اصلی، تلاشش این بوده که بتونه از اقتصاد ایران به نفع اون چیزی که خودش میخواد اقتصاد به این شکل سازمان بده، اقتصاد به این شکل جلو بره. سپاه پاسداران قدر قدرتی هستش که مرزهای ایران زمینی، هوایی، دریایی دستشه، تمام ایمپورت ایران دستشه، در قاچاق بزرگی شرکت داره، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، دارو و حتی نفت شرکت چیز داره، یعنی حضور داره. و شرکت بسیار بسیار مهمی که سپاه پاسداران داره به اسم خاتم الانبیا، بیشتر از 1800 تا شرکت زیر دست داره که در تمام گوشه و کنار اقتصاد ایران شرکت دارن اینا. حتی مثلا فرض کنید در مثلا عینک سازی، عینک درست کردن برای کسایی که خب احتیاج به عینک دارن، اینا اونجا هم گرفتن. یعنی ما با یه دونه مونوپولی بسیار بسیار بزرگ و قدر قدرت که هدف اصلیش عبارت از رانتخاری، در این اقتصاد ما روبرو هستیم. من میخوام بگم که اقتصاد ایران یه ملغمه‌ای هستش از رانتخاری به اضافه نیولیبرالیسم. خب این تعریف اقتصادیش چیه؟ یه چیز تئوری جدید یعنی داره در میاد بیرون که ما یک رانتخاری نیولیبرالیسم جدیدی رو در عرصه اقتصاد سیاسی ایران میبینیم؟ من راستش بخوای نه در اون جایگاه هستم، نه اینکه، یعنی فکر میکنم که این بتونم اینو بگم که مثلا ما داریم چیز جدیدی رو چیز میکنیم، ولی کسی که بخواد در مورد اقتصاد ایران حرف بزنه اگه بخواید این دوتا رو باید بهش اشاره بکنه. یعنی دولت رسمی سیاست دیگه‌ای رو به کار نبرده. توجه فرمایید مثلا ما تمام برگردیم به تمام مدل‌های اقتصادی که وجود داره در سطح دنیا، یعنی دولت رسمی تمام تلاشش این بوده که بتونه نئولیبرالیسم رو در عرصه اقتصاد ایران جلو ببره و اینو پیاده کنه و خیلی دقیق گوش داده به حرفای IMF و IMF هم راست رو بخوای یکی از ارگانیزیشن های جهانی هستش که تمام ادوایز هایی که میده به کشورهای مختلف اینه که بتونه مارکت اکونومی رو گسترش بده
مارکت اکونومی رو در حال بتونه جاگزین کنه برای با چیزهای دیگه. این بخش از اقتصاد ایران این هست. بله. بخش دیگه هم همینه که هستیم. خواهش می‌کنم. وقتی نگاه میکنیم در واقع دستاورد این دو دولت موازی راندخار و نیولیبرالیسم که اشاره شد، دستاوردش برای جامعه دزدی، فساد، بیکاری، راندخاری، فقر، فلاکت، تورم بالا بوده. برای کسی که در این چرخ دنده سرمایه داره له میشه و داره زندگی میکنه، آیا این به تفاوت این مبحث تئوری مهم هستش؟ یعنی برای کارگری که 9 ماه، 1 سال، چند سال حقوق نگرفته یا خط تورم انقدر بالاست که عوارض دیگه ای رو مثل خودفروشی، تنفروشی، اعضای بدن فروشی و بچه فروشی و غیره رو ایجاد میکنه، چه تفاوت ماهوی میکنه که ما روی این بحثا تمرکز بکنیم؟ من میخوام رابطه سیاسی این قضیه رو الان ببینم. تفاوت ماهوی راستش بخواهی نقطه اینه که ما باید یه تحلیل واقع بینانه رو از اقتصاد ایران داشته باشیم. من فکر میکنم این قدم اول هستش، یعنی این واقع بینی که به هر دوتا اینا اشاره بشه. ولی راستش بخواهی نقطه اساسی که اینجا وجود داره باید قبول کرد اینه که یک قسمت از این دو قسمت بسیار بسیار قدرتمند هستش و همه چیز زیر دست اونه. تصمیمات اصلی و اساسی که در رابطه با اقتصاد ایران گرفته میشه رو یه طرف در واقع دیکته میکنه و طرف دیگه باید قبول بکنه. برای مردم عادی امروز ایران که با مشکلات بسیار بسیار جدی همونطوری که خود شما بهش اشاره کردی روبرو هستن، مسئله این هستش که یه فرجه پیش بیاد که این وضعیت سیاسی که امروز در ایران هستش عوض بشه. این وضعیتی که امروز وجود داره و به این شکل داره پیش میره، به نظر من ما رو به طرف این میبره که ما با انقلاب گرسنگان در ایران یعنی روبرو بشیم به طور واقعی. چون این تورمی که در ایران وجود داره و این عدم اطمینانی که نسبت به آینده وجود داره، در ایران امروز هیچ سرمایه گذاری انجام نمیشه، هیچ چیز جدیدی وجود نداره، همه چیز خابیده و هر یعنی ما قدم به قدم روز به روز به طرف وضعیت بدتری میریم و این وضعیت نمیتونه به این شکل ادامه پیدا بکنه. مردم که امروز بالاخره دارن با این وضعیت بسیار بسیار سخت روبرو هستن، بخش بسیار عظیمشون از اون پسندازهایی رو که سالها پسنداز کردن دارن میخورن. بخش زیادشون، تعداد خیلی زیادی از مردم واقعا با یعنی با داشتن نون شب، یعنی نون شب دارن یا ندارن روبرو هستن. اون عده‌ای هم که امروز مثلا یه نونی دارن میخورن، بخش زیادشون از پسندازشون میخورن. این در یه جایی تموم میشه و اون یعنی در واقع تنها راهی که وجود داره که از این بنبست بیرون بیاییم اینه که یه تغییر سیاسی در سیستم سیاسی ایران وجود بیاد. من فکر نمی کنم که ما بتونیم مثلا فرض کنیم وقتی که روی این بحث مسئله اوضاع احوال اقتصاد ایران حرف می زنیم بتونیم یه راه حل اقتصادی رو پیشنهاد بکنیم. من فکر می کنم اقتصاددان هایی که من بحثاشون رو گوش میکنم، مثلا فرض کنید اشاره میکنم به راه‌های اقتصادی، من با اونا موافق نیستم. راستش بخواهم من فکر نمیکنم امروز ایران راه حل اقتصادی وجود داره. راه حل اقتصادی در گرو راه حل سیاسی هستش. تا مسئله سیاسی حل نشه، به نظر من راهی رو ما نداریم که بتونیم اقتصاد ایران رو مجددا نکاری کنیم. نکته مهمی رو اشاره کردیم به این تغییر سیاسی و انقلاب گرسنگان. آیا فکر میکنید گزیده نئولیبرالیسم یعنی اینکه اگر فضایی طوری آماده بشه که دولت رسمی یا دولت حالا به اسم منتخب
در مقابل اون برادران قاچاقچی یا بیت رهبری بتونه دست بالا رو بگیره، آیا شما فکر میکنید اونها میتوانند با اجرای برنامه نئولیبرالیسم این وضعیت رو سامان بدن؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، این چیزی که غیر ممکنه راست رو بخند. چون میدونید ایران نمیتونه، یعنی از طریق، حالا یه فرضی رو اینجا باز کنیم، همونطور که خودتون اشاره کردیم، فرض این باشه که این دار و دسته راندخار ایران از صحنه سیاسی و اقتصادی ایران خارج میشه، ترجمه میفرمایید، و دار و دسته دیگه ای که وجود دارن به این دولت رسمی ایران، اینا رو، اینا کارا رو در دست میگیرن. راه حل اقتصاد ایران اگه ما به این دوره برسیم، این نیست که از طریق نیولیبرالیزم بتونیم کاری رو انجام بدیم. چون نکته‌ای که در ایران بعد، یعنی اون ایرانی که مثلا به اون شکل وجود داشته باشه، اینه که ما احتیاج داریم به حضور بسیار بسیار قوی دولت در اقتصاد ایران در اون شرایط، و دولت باید در بیشتر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به شکل سرمایه گذار و به شکل بسیار قوی ظاهر بشه که بتونه این اقتصاد فلج ایران رو مجدداً راه بندازه. یعنی تنها کسی که، دلیلش هم خیلی واضحه به نظر من، اینه که ما در ایران بخش خصوصی قوی نداریم. یعنی خود نیولیبرالیزم یکیش پایه‌هاش که در جایی بتونه عملی رو انجام بده، در واقع تأکید رو بخش خصوصی هستش. یعنی بخش خصوصی جونداری باید وجود داشته باشه که بتونه مثلا نیولیبرالیزم رو در جایی بتونه در حال پیش ببره. ولی وقتی که بخش خصوصی جونداری وجود نداره، مخصوصا در کشوری مثل ایران، این وظیفه که بتونه اقتصاد ایران رو مجددن را بندازه، مجددن کاری بکنه که تولید را بیفته، سرمایه گذاری را بیفته، بیکاری کم بشه، بعد و خیلی کارهای دیگه، این از طریق دولت امکان داره. و این در واقع وقتی که به این شکل باشه که دولت به این، یعنی به این شکل وارد اقتصاد ایران بشه و بخواد این کار را انجام بده، این به طور کلی در واقع چیزیه که مخالف تمام اون ایده هایی هستش که ما امروز بحثش رو کردیم در رابطه با نیولیبرالیسم. دو حالت میتونه در واقع شکل بگیره. یک حالتش این هستش که حالا یا این یا خیلی قوی هستش که اون دولت بیت رهبری و سپاه پاسداران واگذار کنن تمام اختیاراتشون رو به دولت دیگه‌ای مثل روحانی و امثال اون که بتونن جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن، که این بسیار بعید هستش، ولی اجازه بدید فرض کنیم که این فرض محال که این انجام بشه. یا اینکه یک تغییر از بالا صورت بگیره و یک دولتی توسط حمایت از سرمایه‌داری جهانی بیاد و قدرت رو به دست بگیره. این یک حالته. یک حالت هم انقلاب گرسنگان از پایین هستش که در واقع بزنه زیر کاسه کوزه تمام این فرمول ها و بعد سیستم خودش رو پیاده بکنه. قطعا راه دوم خب راه مشکلیست، ولی ریشه‌کن کردن بنیادی رو هستش. اگر ما بخوایم یه مقدار روی اون فرض اول نگاه بکنیم، آیا به نظر شما دولتی که بیاد به هر شکلی جانشین جمهوری اسلامی بشه از بالا با این وضعیتی که هست، آیا توانایی این رو داره که نگه داره و این سیستم به هر حال اقتصادی اجتماعی رو حفظ بکنه؟ اگه دولتی، یعنی این دولت فرضی رو، حالا اسمش بزنیم دولت فرضی، این بیاد مثلا فرض کنید در اقتصاد ایران کاری رو انجام بده به این شکلی که شما فرمودین، اولین کاری که باید بکنه اینه که باید این مسائل سیاسی رو که ایران به وجود آورده با غرب، این مسائل سیاسی رو که ایران به وجود آورده در منطقه، تمام اینا رو باید حل کنه و ایران رو به طرف
یک کشور نرمالی ببره که بتونه مراوده سیاسی اقتصادی رو داشته باشه با کشورهای دیگه. به نظر من این مهمترین، یکی از مهمترین نکاتی است که در این فرضی که ما گذاشتیم یعنی اینجا عمل میکنه. از طریق این و بعد، این به نظر من قدم اول هستش. دومین چیز اینه که ما یعنی احتیاج به این هست که سیاست های بسیار بسیار دقیق اقتصادی رو باید دنبال بشه که بتونه این وضعیت رو عوض بکنه. همانطوری که عرض کردم، این سیاست های اقتصادی در واقع تعصبی نباید وجود داشته باشه که حتما و 100% باید چیزی باشه که مخالف نیولیبرالیزم باشه 100% یا مخالف مثلا فلان ایده دیگه اقتصادی باشه 100%. باید اقتصاددان هایی که بالاخره صاحب نظر هستن، اینا بیان وضعیت ایران رو بررسی بکنن و بتونن راه حل ها و سیاست های خاصی رو که بتونه این اقتصاد رو در حال عوض بکنه، اینو پیشنهاد بکنن به دولتی که اون موقع سر کار خواهد اومد. ولی ما باید اینو قبول داشته باشیم برای یه دوره، حداقل شاید این دوره چند ساله باشه، حضور بسیار بسیار قدرتمند دولت در اقتصاد ایران و به خاطر اینکه این وضعیت رو بتونه عوض بکنه، یعنی ما به احتیاج به این داریم. چون نمیتونه، ایران نمیتونه در این دوران و در این عرصه، همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، رو بخش خصوصی حساب خاصی رو انجام بده، چون ما بخش خصوصی آنچنانی رو نداریم در اقتصاد ایران و وقتی که وجود نداره، بنابراین سرمایه گذار اصلی، بنابراین اون ارگانیزیشنی که میتونه این اقتصاد رو تکون بده و این اقتصاد رو بالاخره چار قدم جلو ببره، این فقط دولت هست که میتونه این کار انجام. بله، و حداقل از دید من اون دولتی که میتونه این کار رو بکنه، میتونه دولت همون انقلاب از پایین گرسنگان باشه، به دلیل که کسایی که قراره بیان از همین الان گفتن که اگر ما اومدیم باید کمربنداتون رو صف ببندید، چون ما به هر حال زمان زیادی لازم داریم برای بازسازی و خب اونا هم باید سهم خودشون از این سرمایه و از این سود از جامعه بگیرن، جامعه که در فروپاشی محض قرار داره. آقای تاتایی، آخر بحث ما هستش، اگر موردی هستش که از قلم افتاده و یا شما مایل هستید به بحث امروز اضافه کنید، خوشحال میشم که در اینجا مطرح کنید. نکته‌ای که میخوام فقط در آخر بهش اشاره بکنم اینه که این است که این مشکلی که اقتصاد ایران باش رو برو هست و خیلی هم یعنی موافق این ایده هستن که ما با اقتصاد بسیار رانتخاری رو برو هستیم در ایران، این رانتخاری در یکی از مهمترین و اساسی‌ترین چیزی هستش که این اقتصاد داره با خودش میکشه. اگه یه تغییر سیاسی در جامعه ایران به وجود بیاد، به نظر من باید تمرکز اصلی رو کم کردن و ضعیف کردن رانتخاری باشه در ایران. من در جلسات مختلف شرکت کردم، در جلساتی که مربوط بوده به سازمان ها و گروه های سیاسی مختلف ایران در حداقل در یک سال گذشته، ولی در هیچ کدوم از این جلسات من اینو ندیدم که نکته اصلی رو و این باشه که در فردای تغییر و تحول سیاسی ایران ما اولویت رو بدیم به اینکه رانتخاری رو چطور میتونیم در جامعه ایران کمش بکنیم. من فکر میکنم مهمترین نکته این هستش که از همین امروز ما باید در فکر این باشیم که این رانتخاری رو به چه شکل ما میتونیم در جامعه ایران، در فردای جامعه ایران اینو در حال کم و کمترش بکنیم. احتیاج به جلسات بسیار بسیار، احتیاج به چندین جلسه مختلف، حتی من میتونم سمینار و کنفرانس های مختلف احتمال احتیاج داریم که بتونیم به اون
راه های اصلی که در فردای جامعه ایران ما میتونیم رانتخاری رو کم بکنیم، اینا رو یعنی روش دست بذاریم، اینا رو بشناسیم و از همین حالا براش آمادگی درست بشه که ما بتونیم فردا این کار انجام بدیم. درود بر شما و ممنون از اینکه این فرصت رو دادین و شما اینکه این برنامه رو دنبال میکنید. جمهوری اسلامی و مبحث نئولیبرالیسم، گفتگوی ما با معتصم تاتایی استاد دانشگاه در انگلستان رو شنیدید. آقای تاتایی، سپاسگزار از شرکت. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.